بینده خوبه تلویزیون آریانا صبح همه شما بخیر. امید دارم جور و صحت و سلامت باشین، یک صبح خوب و خوش و مقبول را آغاز کرده باشین. صبح شما هم به زیبایی اون گل بخیر باشه. بر صورت بینده عزیز میفهمین ما آمدیم سمت ولایت زیبای پروان. خب طبعا در پروان یا بر ولایتی که یا بعض ولسوالی های دورتر کابل هم برین، دی فصل طبیعت بسیار خاص خود داره، آب و هوایش و نمو طبیعت اموجا برات قصه میکنه دیگه، بخصوص اید کسایی که اهل شعر هستن، اهل دکلمه هستن، بازوا دیتا یک فضا بسیار شعرهای مقبول برشان میشه که بسازن. بر صورت ما پیش رفیق بسیار خوب ما، البته اونجا همسایه گفته میشه، در اینجا یک آدرس جایی دارن، حارس جان ما وارث هستم. حارس جان همسایه ما ماست، رفیق بسیار خوب ماست و پسر مرحوم آجی صاحب حلیم هستن، کسی که بسیار اگه آدم برده بار و با شخصیت بود. بچه‌هاش هم مثل خود آجی صاحب آدم های بسیار خوب، شریف، آدم های اهل قصه و دوست داشتنی هستن. ما در قریه نصرالله خیل ولایت زیبای پروان ولسوالی سید خیل هستم و آدرسی که ما بر ما گفته شده این نمی آدرس از این نقطه جای از دیگه بعد از این روبند میشه، این نقطه جای گفته ما اومدیم خدا کنه که در همینجا ما پیداش بکنم. باز بعد از این خودش رفیقایشون، من یقین کامل میگم خانه که در اوج است اینجا دیگه حتما خودش هم میمونه، ولی دینی میجا مکتش ما میخوایم باشیم قصه خودمون نشون داشته باشیم، خدا کنه که باز سرگردان نشیم. دیگه طرف قریه جات که بیای برق نیست، اکثرا خانه‌هایی که طرف قریه جات میای چوبی و یک سیستمای هم تو خاص خود داره، دیوالای پخسایی. من نمی‌فهمم کی گل به نام چی یاد میکنن. السلام علیکم مجددی صاحب، احترامات. چی حال چی احوال؟ صحبت بخیر. چی حال احوال؟ خوب هستین؟ ان شاء الله ساعتتون خوب است. قراریست همکارا کلگی خودتا بیننده همی لحظه سایل دارن. آرز جان قربانتان به زحمت شدین، چطورش که یاد غریبا را کردین؟ خوب خواستین انشالله سایتون خوب است. امقه خبر شدیم که خودت آمدی سمت سید خیل. بسیار خوب. باز ده طرف سید خیل که بیاین خواهیم طبیعت زیبای سید خیل آدم را کش میکنه طرف خود. گفتیم بیا کمی جمعه را مام فرصت قرار بسیم مام بریم پیش سر. بسیار زیاد خوش آمدین، کار بسیار نیک کردین، اگه اجازه باشه میروانی. عرض احترام بخواهیم. سلام برسه به تمام بینندگای تلویزیون آریانا. آرز هستم دیگه، میشه گفت دوست، همکار و یک صمیمیت خاص که مجددی صاحب داریم. دیگه بسیار زیاد خوش شدیم که مهمان ما شدن. بفرمایید داخل. حارس جان هی حلوا الف ریسه حارس وارس، اینقدر تفاوت داره. خب هم نام هستیم. بر صورت حارس جان میروانی قربانتان. شما بیننده عزیز بیاییم که بازه قریا چی چیزای پیدا میشه قصه های زیرم میداشت. خوش آمدین، صفا آوردین، بفرمایید. میروانی بینیده خود تلویزیون آریانا آمده من دانه دروازم قصه آرس جان داشتیم، از گل پرسان کردم. خوشبختانه همون چیزی که من گفته بودم اما ایره نامی مشخص نداره دیگه. از اون که بیتر باز بچه همه آرس جان هست که من نامشان هم پرسان نکردیم. میره بانیم این بیتر بگیریم. نام من عبیبولاد، خود به برنامه تلویزیون آریانا خوش آمده که میمان ما آمده. خوش آمده، بخیر شد که آمده، ایجا خوش شدیم که دیده میتان انزدیک. این برنامه یک گل به نام گل نازکک هست، یا نو که میبرای نام گل نازکک هست؟ نام همی سوزی نازکک هست، این نازک میباشه با زیرا میخوریم. در نان میکنم، بولانی میکنم و پخته میکنم. با وقت گلش که میشه سرخ گل میکنه، با این وقت خورده نمیشه. نه این سبزی بوده. این سبزی است که برای مثل اکثر سبزی ها کمی راست میگه که وقت عمر خودم پوره میشه عمرش باز گل میکنن. گل که میگه میگه بعضی دیگه قابل استفاده نمیشه. این بسیار یک سبزی نرم ملایم است. بس نام تو یاد من رفت. گل نام کی؟ از خودت. از من نبی الله. نبی الله جان بچه ماما میشه. آرز جان بچه ماما است. باز این دچکر کی طرف ها میگه نمیگی که اون جایا که باز خودت هم برات مزاحمت میکنه؟ نه نه مشکل نیست، مزاحمت هیچ مشکل نیست. این خود مزاحم هست هست گلگری برابر ما مستیم. نه نه مشکل نیست، در میمان ما سید گپی نیست. قربانت بخیر باشی. نام قریه چی هست گفتین؟ نصر الله خیل. نصر الله خیل، نصر الله خیل پایان هست دیگه ولایت پروان ولسوالی سید خیل. بیشتر هم یک شوخی کردم، من گفتم که من قریب گفته بودم قریه نصرت الله خیل.
خب نصرت جان همکار ما را کلتون میشناسید بیننده خوب برنامه گپ نو اگر تعقیب کرده باشین حبیب جان همون رو آزار میده. آره ما این قدری قریه نصرت الله خیلی نصر الله خیلی هست. خب خیلی از زمانی که صحبت میکردی کاکو نبی اینم قدر دور بگیرین این مایک را به خاطر اینکه می صدایتون هم بیننده‌ای که خاطر میبینن صدایتون باید بشنون کم بلندتر همین هوای منطقه سخت‌تر و تازه از دیگه دل آدم اگر رقم تو والا آب هوای بسیار خوب شسته آب هوای از شمالی یک ذره آرامی باشه و برق و تری چیزا بهترین آب هوا داره شمالی. یک چیز نگفتن مونم بیننده‌ای خوب ما سمت سیدخیل که آمدم من فکر میکنم مکمل سیدخیل برق دولتی نداره. نه نداره مکمل نداره نه. و به این شکلی اگر طرف قریه هایش بیمم برق نداره از برق کمه که این طرف دیگه ولی طبیعت از دیگه کم میشه که من دمقدر دیر بارها آمدیم این طرف ها خود طرف سیدخیل نامده بودم یک سنفی داشتیم صفی جان از این سیدخیل بود میگفت وارز جان اگر میخوای طبیعت پیدا بکنی بیا طرف سیدخیل. این امروز خوشبختانه که آرز جان و کاکا نبی میمون نوازی میکنه که باز ما سعید خیلی هم درست ببینیم امون طبیعت جوایشه میبینیم شالا میبینیم اگه زنده بودن که تخیل کلشان شد قربانت آرز جان همی همکارا رو هم اگه معرفی بکنیم دوستایی که هستن این خب همسایم هست باش مرور رو میگم بخطر که ما آرز جان همسایم هست یه همسایم ما هست یه هم همسایم ما هست اونم همسایم ما هست در این جمع فقط کسایی که من هم شناختم فقط همی رفیقای نواسی خاله گفتین است جانا نواسای همه مس نواسای همه جان و مسی جان مسی جان پدرشون خخ این حال خوب خوب تر شد بله یک گپ زله خمی همسایه هم که باشه با نام همسایه هم نمی بود خب نوره نال خط بر من بگو بس ما کدر کدامش قصه خود کردم بسیار خوب آصف جان آصف جان خوش شدیم آصف جان بازم میلا جان خوب بیشتر برتون به ما گفتم پسر کاکا نبی و همچنان مسی جان مسی جان میلا جان چرا قار است کس میلا جان بسیار گل بچه است اون همه فام زیر تاثیر رفته چه رقم بسیار قند بچه است زیر تاثیر شروع بره دیگه میخواه از جمعه همسایتان است شیرین جان و لالا جواد خب بیخی برد نزدیک است خب بیخی دیگه که تزو یک زنجیر داریم زنجیر یک زنجیر مثل از دیم با بر صورت کنبی طرف همی قریجات که میایی باز طبعا نمیزیم خود کابل که مبرای چیزای وطنی ده میزینید میه که در وقت خوردن آماده شوانی والا هستن من ایفو مال دارین مال نگاه مال داریم باز میبرای میبرای نشانتان میتیم مال های هستن که شیرده هست دیگه فیلم شیر میتر بر قربانی هست چیزا داریم یعنی همی قیماق و پنیر و ایگپا خوب ایگپا انشالله میشه بخیر خودت خونه در بیجا ندارین دیگه داریم شیر قیماق داریم اگر نم باشه در بازار پر هست شیر قیماق داریم خب برو خوب است برو خوب است بتنه مایک برمی رفیق ما جور خواست انشالله خیر خیرتیست هم یگان یگان دفعه خب ما خوب همو اصطلاح وطنی بگیم روزگوم شب پیدا ماستیم خب کل روز دفتر می باشیم این طرف تر در برنامه رفیقا و همسایه را من بسیار کم می بینم باز یک مرار روز دلائن می بینم نی خود هم می بینم کلگی را می بینم هر روز دمولا فقط هم تایم صبح کنم معمولا می رو می بینم تا نی دیگه دیگه باز قدر نمیشه که روبری شاید با کتگرگی شیشته باشیم قصه و اختلاعات کرده باشیم این امروز چون سوشه سی قصه بکنیم کس شان جور خستی شکر باز نام تزیاد مرا باز نام عبدالشیرین 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 ها ماشاءالله عبدالشیرین جان دمین نزدیکا هستین برای ما دیگه چون دمین نزدیکا منطقه که هستی دیگه آدم یک منطقه هستیم شما خب پیشتر همینجا یاد کردم گفتم این موضوع گپ که آمد گفتی نی ما گپ نمیزنم و رفیقت بگم ما گفتم نی که از کمره روی گیر هستیم نی روی گیر نیستیم خب بخاطر ازی که طبعا همی رفیقای که یک جای طرف چکر میرن باز همی اهل قصه را پیدا میکنن باز که اهل قصه که باشی دق نمیاری دق نمیاری خیلی یعنی می رقم است خود باز گپ نمیزنی اوقدر خیلی گفتی گپ هم میزنیم گفتی نه هدف دیش که در قصه در یک جای که تفریح میری باز که رفیقا قصه مثلا نمیکنی اوقدر میکنیم که او قنه دیگه باز استثناز دیگه کم کم نیم فکر کرد خواه بطه مایی که بر رفیق ما خوب خواست انشالله نامت گفت پیشتر نامت جواد است جواد جان بلد. جواد جان خود من ندیده بودم مقدر در این فقط از امروی بخاطر که چهره تو که فریدون یکی میخوانه باز به خاطر گفتم من شاید برادر خردش باشی چون فریدون کلان معلوم بله بله برادر خردش هستم خب اینجا نمی باشی و قدر من خب من یا من ندیدم شاید شما نمی باشی ما خستیم در منطقه هستیم شما نمی باشی یا شاید مصروف می باشی دیگه و قدر بچشم نمی خوری والا مصروف هم هستیم دیگه
هستین دیگه فعلا خب در کل درگیر کار و بار هستین. بله بله بله. خب یعنی به خاطر اینکه من ندیده بودم بله بله. ما شما رو میدیم صبح صبح وقت میدیم تا نگون طرف وظیفه که میرفتین شما رو میدیم. آی ورختا ورختا. بله بله بله. رفیقام که سلامت از زمدور سلام علیکم برو خیر. بله بله. معمولا خداوند قبول بکنه دجا مریان شه گنده خیر. نوخ میشه تنبلی ما مگر نوخ خو میکنیم باز نوخ میخیزیم. ام تاجل عاجل میدم فقط هم قفنگ میکنم کدام محترم تو آماده است که بخیر کشین مرکت کنم برم دیگه بدون خدا نمیشه که آدم ساز شاد دلجام قصه داشته باشه. درست و بیایم طرف سکشار رو بکنیم که نیم جرس انشالله سلام خیر خیری تیست برای الحمد الله خیر باشی الحمد خیر باشی سلامت خود تقریبا زیاد میبینم هر روز هستیم ما خودت هر روز بس طرف میاد و سلام میکنه بچه آقا سا به اینی موتر میره اینی موتر همی خسر خط است جور خست انشالله شکر خیر خیری تیست کت مصروفیت ها شکر پروردگار است خبر شد این چند وقت طرف های ملاینا پنشیر میرفتی می اومدی؟ نمی لاینا هستم میرم پنشیر میگم این امروز سعید خیلی تو دیدیم ما پیدا کردن گروه ها که مستقیم بند بودن ما خب برای دشا میخواستم اشاره برسانم بتونم که برادر راه راه مسیر رو بند باشه شاید و خیر حالا بالاخره تو اینجا رسوندیم شاید دم چند روز بند شده باشه نه نه بند شده یک هفته پیشم بند نبود ما تقریبا دمی حتما دیگه گزارش بینید خوب در یوتیوب تلویزیون آریانا دیدین همای سعادت که من رفته بودم پنشیر باز یک گزارش هم در خود شهر چارکار داشتم یه باز او زمان ما کمانده بودیم بند نبود یه می شاید همی چند روز اشتروش در بند شده باشه بند که میشه باز موتر را من این مسیر چپ دور می خوره ایستان یه خیمی روی سید خیلی تانو بند شده روی مستقیمش یه لاسته چکر رو میرین یا نی؟ باز من زیادتر کارم چکر است نی مثلا یکی چکری که یعنی مثلا رفیقا را میگه که ما یک طرف میریم چکر این رقمی چکر میریم نه زیاد باز شاید هفته سی رو شروع شما برو ماشاءالله خیمه چی تو خبر میدیم خطو نمیبینی یعنی میشه هم علاسای میمام استی کجا؟ علاسای تگاو ولی علاسای میرین ماشاءالله کام توی موی درک از نه نه تو چکر بایم شکار میرین رفقا گفتم شکار میرم به شکار رو میرین وقت شکار رو نه چکر اگه یکی فامیل هست و میره یکی چکر رفقا نه چکر رفقا میرم کد رفقا میرین باز آشپزی مشپزی خب اما این دوال ما داود نام داره خب داود هم میشناسی داود هم میشناسی خب آشپز هم اوزو باز چرا خواست باز سپیشی نمیگینی کچا من هیچ طور یاد ندارم اصلا آشپزی یاد ندارم ما میگم خدمت بگیم که کم کم یاد داشته که کماندان هم بگه که اقل اگر روز من خانه نباشم دل جمع باشه که چیز به خود جور میکنم نه 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 اج بیخی خوردن خوب صحیح در خوردن خوب کنه که اولا خدا نیست که می زحمتش هم باید بکشن نه نه جاد نارم داشت بازی میلاد جان خوب هستی؟ شکر فضل خدا دیم خیلی میشینم دیگم جانا ما سلام بود دیگر پانتونم نو از بغلان فکر کنم خلاص کردیم بلی از بغلان بچه بسیار لایق کدام رشته را خوندی؟ رشته زراعت را خوندیم رشته زراعت را خوندی؟ بلی بس چه یک جای طبیعی هم زندگی میکنین والا نه دیگر شما خوب بلد هستیم به سیستم زراعت همی اکثر کل کارهاشون کتی نمی کشت و بعض قوریا میگن چی میگن؟ آه قوریا داری و دینمی هست دیگر به حساب دیگه رشته زراعت که از دمی حساب انجینری زراعت دیگه به حساب میره ما که کمی نزدیک به حساب انجینری زراعت میره دیگه این همی دیگه از کل چیزش بس میکنه از کشت، کار، برداشت، محصولش کلش بس میکنه دیگه ماشاءالله دو ساله خواندین چهار ساله؟ چهار ساله خواندیم چهار ساله بله. لسانس هستین؟ بله یا لسانس هستیم باز چطور از شرایط کارش؟ مثلا معلومات ندارم از این شرایط کارش خوب است بسیار شرایط کار باز داره دیگه به حساب یعنی میتونی کارا شخصی هم بکنی قوریه داری کنی میتونی فارم جور کنی فارمای قوریه داری نمونه و فارم خب پیسه ضرورت داره آه بودیجه ضرورت داره بودیجه بسیار ضرورت داره در این معلوم منطقه چی پیدا میشه زیاد اینجا از این اصلا میوه حساب بکنیم اینجا زیادتر همید ناملوک و زیادتر زردالو شفتالو گلاس اگر پاکستانی که میگن اما املوکا خو نیست مملوکات همین قسمی این قهقه کرد تاجیکی میگن پاکستانی میگن هر قسم نامای مختلف من نمیفهم که مملوک اصلا کجایی هست خب چند قسم نام سر از اون میمونن تاجیکی میگن پاکستانی میگن مملوکای تاجیکیاش کلان کلان است و دیر پخته میشه و یعنی طرف مملوک خوبه آه مملوکی طرف خوب است
حاصلش بهتر است. به ان شاء الله فصلش برابر شه باز ان شاء الله. حتماً بخیر میلا جان. یا خودت یا کوکونوی زنگ میزنه میگم اومدیم طرف تو. ان شاء الله. خوب است که می آدم آدرس داشته باشه باز خصوص یه جای طبیعی بیای که خب طبعا ما سمت نجاب که میریم خود نجاب اصلا در درایش ولد هستم. هر ولایت افغانستان یک نقطه جای یک زیبایی بسیار خاص می داشته باشه. باز اکثر کسان نرفتن، اکثر کسا که میرن مثل که من اولین بار سمت پروان آمدیم و هم بازم سمت سیدخیل آمدیم، پروان زیاد آمدیم، بازم سمت سیدخیل اولین بار آمدیم، راستی که یک طبیعت بسیار خاص داره. و برفیق دیگه ما خوب خواست انشالله نامکتی هست، یکم مایک بلند بگیرین. هی بابا شما مردم دیجه هستین، شما خود یک رقم باید صدا اکتانم تو دمراز دمراز باشه از من بتر کسل کسل صحبت میکنین. بسیار با انرژیست نمیتون مال چی شده داشت؟ او تازه شما نوشی جان میکنین خب؟ بله از هوای طبیعی خاص یا لذت میبرند قیماق و پنیر و روغن زرد شما میخواین؟ بله بله راست بگیم باز بازیم تاجده کاشی سکر میزنید نگو خوش آمده که بخیر باشه خوش آمده کار کردن؟ کار هر روز میکنیم بعد و میرا کاش دیگه کانیز دیگه مصروف هستیم همیشه ماشاءالله خیلی مونده نباشی عشر مشر اینجا رواج هست؟ آه دینه روز عشر کردن؟ آه دینه روز عشر کردن دینه در عشر مونم خبر کنیم امروز نوبت شماست امروز نوبت شماست دیگه عشر باش کنیم بینندارم البته بیننده عزیز کسایی که زمیندار هستن یا کمه که زمینی دارن که میخواین کشت بکنن یا مثلا وقتای گندم دروی میشه وقتای بیل زدن میشه باز تعداد خود فامیلش کم میباشه باز زمین همسایه را میگه برادر شما کتم عشر هستین باز بیلای خودم هم همسایه ها میگیرن میارن اتونیست که پول بگیرن مثلا میان کتمون نفر همی بیل میل همی زنن همون نان چاشت یا چای سو بره همون دمراز یک چیز برشان میاره تا همون دیگرها را میباشن باز خیر ببینی و به خیر باشی هم و سلاح وطنی ما شما پس میرن طرفه کار دست جمعی میکنن آه میرن باز سمتای بخصوص شهرهای کلان بیروبار که زیادتر میباشه اکثر زمین ها میباشه باز اینجا دیگه تو حساب مزدورکاری میان دیگه اما اینجا عشر یک قم است که پول نمیگیرن فقط همو دست یک همسایه را میگیرن که کارش زودتر جمع شد باز اینه می نبه می شکلی اینه زمین داره دیگه هم ضرورت می داشته باشه باز اگر روز از این می خواهی کرد برادر تو بیا کتم عشر هستین امروز این حالا فامیدی عشره نیه باز نگه یکی آراز جان ما رو بود یک هپا رو ما می فهمیم دیخوایی ندارن در کابل برستان زندگی کردی نمی فهمم نیخو مای که باتی برشت که ما اینه که کنم یک دمایی با صحبت یا دیقانی ندارن خودشان خود که دیقانی داشته باشن کل گپا میفهمن که ما چه رقم دیقانی کنیم عشر یا دیگه شنیم عشر دهی که یک نفر که تنها باشه ده تا پانزه تا را یا هشت تا را جمع میکنن و همه بیل زدن میباشه گندم دروی میباشه پشتکی بردن میباشه تریشل میباشه اینی میره کلش دست جمعی خلاص میکنن و نان چاشت یا چای صبح میخورن پس خانهشان میره امروز که او بایی آمد صبح ما بدگیش میریم کار میکنیم اینی کار دست جمعی است مگه تو بمشو مبد تو این کار دست جمعی است که عشر است در سال چند دفعه میایه؟ این ده سال چهار دفعه که پنج دفعه بیان خود یعنی کار روز اصطلاح عشر نمیفهمه که این برنامه که اینجا کار کنه از حتی نمیفهم گندم ما چرا قم دره کنم آمده دیده که دوست تریشال که مردم زیاد جمع این بایی تو تا تیار کنی که بخوره خلاص دیگه ما میلا جان چیز گفت گفتم آرز جان آمده در وقت های تریشال گندم اک تریشال میکنیم آمده پیش ما دیده که همسایه و دوستان زیاد است پرسان نکرده که یا چی میکنن یعنی گفته که هم با پول کار میکنن و اصلا به حساب عشر میان اونجا همکاری و غرض نمیگیرم در کار خود دیگه هم روی ما میکنن خب خیر اگر یک نام ازی اولش هی نمی بود وام می بود وارس می بود باز مثل من ولی چالاک می فهمید خب همون هی است حارس است عاجز است یکم عاجز است بر صورت این طرف ها که آمدیم اگر بیاد داشته باشید برنامه چند وقت پیش ما هم همراه استاد محفوظ سیدخیلی برنامه داشتیم در خود کابل بازگم من چارکار رفته بودم از چارکار گنجش کاردم بردم بازمورم تا یک مسادار آماده کرد که اولین بار بود در چای صبح ما گنجش نوش جان کردیم دیگه این طرف ها زیاد از دیگه حتما ما برتنم شالا
ما امشالا با چای سوپتان برنامه می گنجش که برتان تیار میکنیم، یک دو پیازه میکنیم برتان تیار میکنیم، شما ببینید باز نوشی جان کنی. اگر گرفتنش هم میگوی با برتان بر میبریم در زمین ها جال است، تمامش برتان ما میسازیم، شما باز ببینید. نه نه با بیمانو که برنده پیدا شوه پیدا میکنیم ما برتان، این مشکل نیست. دیجا خب ده همین کار خود کردیم. یعنی امروز پلان عزیزه که آشپزی را میپومی کی میکنه؟ آشپزی را شاید آرس بکنه دیگر. آرس میکنه. آرس با در کنجش پختم شاید بلد نباشه بازی خب. خیره کمک شوی گزاره میشه. خب ما میره میخواییم که بفاییم کشی یک. دیگه کار را پخته کرده دیگه چیزا بیتونه خواهی کنجش که پخته کرده نمیتونه. از ازده نمیتونه بیر ما چل خم بزنه میشه. یه مجبور غلک در گردنش پرد اینالو خواهد طرف زمین ها برو کجا ما خواهد توفنگ بادی هم هست، جال هم هست، دیتوری چیز هم میگیریم غلک ملک نیزه غلک هم هست، چرایی هم هست، توفنگ پنج تکه کتنیمی چیز ها شکار میکنیم ها دیجا. یه یکشان بلد نیست؟ نه بیچاره بلد نیست دیگه. این زما وری لوغار چرایی را که بگیره بزنه کرم بعد به جای و اسدا از می و اسدا از می ترسه که چی ما چی را بزنم. خب خیر اورز جان، اگر آشپزی کردی تو اونوزا ندرتن مثلا تنها موندیم خدا گشنه نموندیم در خانه. خب نهایت اگر رفته بود یک تخم رومی یا کن چیز نه از دکان آوردیم در خانه خوردیم. از تاور آوردی خوردی؟ طبعا. یعنی چیزی پخته نکردی؟ نه نه ما و کاکاسه فید دیم کار سیداد ندارد. نه یک قناه زندگه جدی؟ خود چپ میکنی باشه تو گره خود چپ میسازی کام نباید باشه بخاطر که پارت ما هر جوی که رفتیم ما و کاکاسه فقط همو قکریم که زمینه را مایا کردیم. خیلی امروز من دیگه ما که خود آش بزی نکنیم و نمیخورم نون بیک درای میکنیم توکل بخدا. خب منطقه اسیستانت هم حق داری که انتخاب بگونی یک نفر باشه که باز بتانه آشپزی کردت بکنه. کاکانه بیره برای ما بتیم تا 500 نفر هم بتانه نانو شجور کنه. چطور یک نفر انتخاب میکنه؟ خود از روخش چیز جور نمیشه بود کسی رو میگو باش که با ما کار کنه. خب خیر بیرین دوی عزیز ما و آرس جان و همچنان کاکانه بیره کت خودم رو میبریم. من همی فهم که ازی جم تایید کردن که برو سعی هر چیزی که آماده کردن منوشو جان خود کردیم. اصلا همین برنامه ما برنامه چای صبح است که باز در چای صبح چیزی سعی نخوری تا دیگر دیگه باز دانکت بیمزه همی باشه همی رقم است نی؟ از بریم امشالا ما برتم چیزی که تیار میکنیم دیگه تا شب ما بریم نان نخوری. فقط من چی میگمت؟ بله آهای که همین گفتی که تا شب نان نخوری ما فهمیدو که آشپزی را ماندی به دوش ازی به خاطر از اینکه یک چیزی که پخته بکنه بگه خب مزید آن میره بکنه وقتی که گنجش کرد بخوری بسیار گرم است این بسیار گرم است قویست هست وقتی که ایره بخوری باز دیگه نان دلت نمیشه که تو بخوری من تا فقط مشوره میتی بر ازی خود پیش نمیشی بخیر سایسته باش که چی جور میکنه کم خوب دوست خودش شور بده بخیر سایسته باش مرا مشوره بده که ما جور کنم میمون مساله به تن و تقدیر انشالله یک کاری خواهد کردیم رهنمایی هم کنیم میشه خب جات خوبه. کارای ناممکنه کدی میام میشه ما قبول دارم اینه میره امی آرس جان من قبول دارم کدی کوکنابی. البته بیننده خوب تلویزیون آریانا کسی که همسایه هستین که اینا را آرس جان را میشناسین همکارای دفترش هستین سنفیه مکتبش هستین سنفیه پنتونش هستین عبدالجان و همچنان نسیم جان که دور از وطن هست در جایی که باشه خوش آرام باشه میبینین امروز که برادرت چی خواد کرد بخصوص نسیم خود سخت سرت گفتی هست نه نه والا نسیم نیست که سر ما گفتی خب موضوع آشپزی که شب باز معلوم میشه او همونطوری از پیشم جزا دیده دو آشپزی من خبر دارم نه از اون قصه خبر دارم گفته برات باز ما شما قصه خواد کردیم عدمن بخیر عدمن بیرین دوی عزیز باش پیشتر همین بحث بحث آمد گفتم چندان یادم نداری نب شروع کردی و زیر تاثیر که برادر می نقم قصر باید از کمره باید دور بیتی کار بکنی برشد چون آرز جان از این محل منطقه نیست از این منطقه استاد نبی عظیمی دیگه میره بانی تخلص بنام کاکا نبی کلگی میگن دیگه ما موسیله کاکا نبی وطنی را ما برش گفتیم که کاکا نبی درست دیگه از این محل و منطقه است حتما اگر سمتای ولایتای شمال برین بخصوص سمت تخار برین بدخشان برین کندز برین بغلان برین طرفهای سالنگا برین به میشکلی
بعض ولایت های دیگه ای که میرین، باز اگر در یک تایم برابر میشی که یک چیز خاص امو ولایت برات آماده بکنه، در تخار و در بدخشان و در کندز باز شورچای بسیار مزه دار آماده میکنن و مردم شورچای نام دارن. من این فهم که در سیدخیل چی رواج از این سبت خود پروان که یک نفر میمان میایه بگن یک چیزی خاص اینی خود مردم پروان آماده میکنن، چی آماده میکنن؟ با مردم پروان اگه با چاشت باشه امی یک شوروا بسیار تند تیز تیار میکنن. این شوروا نام داره دیجا؟ شوروای پروان است. آه یک شوروای است که اما تند تیز. به خاطر چی؟ این مردم انگور زیاد میخورن، توت است، با این شیرینی زیاد است. این شوروا به خاطر ازی میخورن که شوروا مرچ زیاد میندازن، مرچ زیاد میخوره مردم شمالی، ولی میخوتر که هم انگور میخورن هم توت میخورن. این چیز شیر نیست، به خاطر تیزی سرش میخورن. فقط با چاش گفتید مثلا با صبح چیزی که باشه؟ با صبح یعنی وقت گنجش باشه، گنجش، پنیر، تخم، شیر، قیماق، ماسکا، این خوراکشان است. ولی من فکر میکنم وقت گنجش که گفتید به این مانا که هر سال در این وقتای سال میمانی که میاد و چای صحبت من برش گنجش که آماده میکنیم. والا در می روزا ما تقریبا میمان دو پنجشنبه داشتیم تقریبا 600 گنجش که 300 گنجش که صبح برشان پخته کردیم، 300 دانه را هم چاشت پخته کردیم. بای گنجش های طرف ها که بیان نمیترسن هم کفته کردیم هم برشان سرخ کردیم. بخاطر ازی که همیشه غذایی که آماده میکنن و بخصوص میمانی که طرف میاد باز از گنجش که آماده میکنن. غذایی که ما میمانی که میاد به خاطر میاد، به خاطر گنجش میاد که ما این وقتش هست، وقت توت میاد که ما وقت توت نمیخوریم. این برنامه همی مردمی که میاد با سیل و با چکار یا وقت بازی میاد دیگه برنامه نداره، اینمی برنامه داره که مردم میاد بچه کار. خب یک چیز میخواستم پرسان بکنم، من نمیفهم از این سرک چارکار که مستقیم خود بندازه این پل که میگه پل لطوند میگنش؟ پل متک. پل متک. بله. میگم لطوند. پل متک. از این پل متک کم خود پیش مندازی شمال یک طوفان بسیار شدید میداشته باشه از خود. بازو جمع پرنده و قبل چشم منع میخوره. این طرف به خاطر از یک کم که نشویبی از پایین هست، اینجا شاید هم طبیعتش و شاید پرنده هم زیادتر باشه دیگه. خب پرنده در دا وقت داره، شکار هم روز داره. اینی ماه چی بگویم که میاید در دلوه که شکار مرغاوی میگویم که میاید و نورو یا تا اینی 20 سوره 20 ده جوزاره، ده جوزار با گم میشه، با دستنبولا پیدا میشه، دستم بلا تا میزان پیدا میشه، میزان باز ختم میشه دیگه نمیباشه. خب دیم کجای سیدخیل جای چکر از بازه میده خوب تفریح اصلا کل جایش طبیعت خاص خود داره، یک جای مخصوص است که دور از فامیل و آسخان و آدام میباشه. لب دریا که بریم باز جای خوبش میباشه. لب دریا طبیعت داره دیگه. طبیعت داره. باز فصل میوه بخیر اگر با خاص اراده الله بود حتما میاییم باز خودت هم میبریم اونجا باز دلا به دریا اما ببینه وقت تو باز دوجه تازه کنه بشینه بخوری باز مزه میتابه در دیگه جا خود در پنجشیر جا در چشم آوا میباشه یه دلا به دریا با تو تازه میکنی میخوری مزه شب باز میخوری. بینیدو عزیز حتما شما همی برنامه دیگه تعقیب کردین دیدین. در برنامه دیگه ما معمولاً آشپزخانه بود که مثلا همو گاز و همو جاخ همو فضای آشپزخانه، اما این آشپزخانه که چون سمت سیدخیل آمدیم اکثر مردم در اینجا همو تنور هست، دیگدانک های همو تو شکل وطنی، خلاصه بگیم که آشپزخانه پخته وطنی آمدیم. از اون بالا اگر فضای دستکا تصویر داشته باشیم اون معلوم میشه که تنور کردن دودی از این نقطه جای چه ساختمان کمل. من بیشتر گفتم اگر زمین گاز ماز میگذشتیم میرفتیم بردم سر و چی بگن دیگدان آماده میکردیم مزه ایزی چقدر کیفناک میبود. خب یقین کامل میگن خوب دودم میبود دیگه. خب تر از که اطراف کسی ما نان تندور دو وقت پخته میکنیم یا چاشت یا شب ما نان گرم پخته میکنیم، اما نانای چپاتی دیگه یا چپاتی یا دستکی پخته میکنیم. با خاطر از اینکه ما این تندور خانه ماست که آشپزخانه است، ما تو کابل واره نیست که ما گاز باشه یک دیگ بکنیم نان در یا داش پخته کنیم یا در نانبایی امروز این خیلی بخاطر ما این گاز را آوردیم این گاز یا ما از بازی به یک ضرورت که زیاد می باشه میمانداری زیاد می باشه باز دو گاز استفاده یک تا دو تا دیگ پشت با دو گاز هم استفاده می کنیم کارای ما را که سبک شود جنجال ما کم شود. برای سرات بسیار فضای خوب داره همین آشپزخانه بگیم دیگه می آشپزخانه میشه یا تنورخانه اما آشپزخانه بگیم دنیمی که دیگه کاسه میکنیم چون نو گرمم در تندور میباشه
نانم پخته میکنیم دمی چای هم میمونیم همیجا باز دیگه کار ما در بیرون هم میشک بکنیم ما یه بساب آشپزخانه هم از تندورخانه هم بگه اصلا آشپزخانه است که تمام چیز ما همیجا جور میشه همون یک دفعه متوجه باش که کدام گلوری نکنه توفیل هم خون ارمال پیش میده مستد نورو جان یک دفعه اینم قسمی کتم چمچه روی تدار بری طرف کامره سیل تو تذگیره کم بگیر هم تا چمچگه که اینه معلوم شود این سکر مشاله این خالی هست چقدر کش آدم شما ناک سر ما قدر تو اومد کردیم ما کارا را بلد بودم توکل به خدا مشوره کوکانوی نباشه هیچ چیز نیست بالا خب پیشتر کوکانوی حالا شکو چی کنم جان تو به گنجشگاه را در دموزیک بنداز همی دفتن همی دفتن آنگار پیاز انداخت خیر است بنداز بنداز کنشن این آز یه نادر شدید یک شوری بکنی یعنی امسال از من دوم دفعه است که این کدینی برابر دوم دفعه میشه که من گوشت گنجش کنش جمع میکنم که ایوه مدنی سمتای چارکار از سمتای خیلی زیاد به طرف کابل میبرن اکثر کسا که از کابل هم از این بازار چارکار پیدا میشه در بازار نیه از از امی گنجشکار که بس کس خانه ببره آه قیمت هم باشن دیگر قیمت هم هست دیگر به حساب کیلو میشه آره جان همین چیزایش هست لطف کن که من کمی رومی میده کنم همکاری کنیم کمی میره بانی میشه که جزا با یک ذره کت از ایکو باک شوی میره بانی دیگر منتها من غرض نمیگیرم که باز شور شو بی نمک شو نشه بگن که خدا برس اول مصروف بودی که پیاز سر تو تم کردم چشمای ما درد گرفت با خودم اسد ورز جان متوجه نشدم پیاز سر تو تم کردم تو تا کردی پیاز را خواه اکثر پیازا اتو تیز می باشه شما رها می زنه اکثر شما نمی باشه من این با پیازا هم نام دارم پیازا وطنی میگن نیست و رقم شما او بزنه از همه پیاز وطنی که هست بسیار مزه خاص داره او زود نرم میشه لبابا میشه همه پیاز که از پاکستان از دیگه جا میره او بسیار سخت میباشه او به زودی نرم هم نمیشه و همه تند هم که هست که شما را او میزنه او همه پیازای وطنی میباشه وطنی هست وطنی میباشه این وطنی پیازش بسیار تند میباشه از سابق مونده میگریم کسی که چشمش در پیاز توته کردن او میزنه من نفهم چی میکنن که دیگه بگه او نزنه نمجوریان توته کردن او را پیش از او به کشف میکردی سا دورست نه یک چیزی بود پیاز هایی که چی میکنه که همین که توته میکنی پیاز هنی چشمت او میزنه کدام تو گفت کدام چیز داره من گفت که کدام توته زیره در زیر زبان بون بعد از او میگه توته بکنی که چشمت او نمیزنه سوزش نمیزنه یا در بای نو ببانش مایده کرده برو تاثیرات نداره باز من این همه شنیده میدیم قسمی کدام جا شنیده بوده من میگه پیاز یک توتکک شکل در زیر زبان باز بعضی پیاز توتک میگه چشم تاو نمیده اما تیزاب پیاز تاثیر نمی کنه سیرام بنده وارز جان وقتی خوب چشمای ما را کور ساخت رو حالش پیدا کردیم باش که بفا میتینه که یکان دفعه این حال یادش گرفتی؟ باز بخیر کدام وقت دیگه اگر این قسمی رفیقا تقاضا کردن که یک آشپزی بکنی بار از این بودل جمع نباشه انشالله حالا کل اگه بینه دارم آقاد گفتن که تو همیشه نام خودم میگیره خب وارس و حارس کم تفاوت داره نمک اندو دشک که هستیم با امید نه دشک نیست من میال برای تو میگم تو بخو تو که کارت نه یک طرق میتوه تو بخو دیم نمک انداخته موسا دارست تو خو ننداختی تو باشتا اگر دو نفر انداخته باشین خو گپ جدا هست من انداخته خب خیر بینید دو عزیز من نمیدارم که همین قصه نمک کشه شکی شده نه کسر دیگه نه شکی نشده بهت مطمئن باش از این می صاحب گفت که من انداختیم اما یاد من نیست آرز جان خود توکل به خودم بینندگان عزیز در خود سید خیلی یک چیز من پرسان کردم دو قسم گنجشک اینجا آماده میشه یکی گنجشکای سوری میگنش سوری نه سوری گنجشکای که زیاد مست است طرف طرف زیاد میده سوری گنجشکای سوری میگنش اما من مخ سوری میگم من فهم شما هم سوری میگین سوری میگن همین سوری میگن شما دیگه گنجشکای قرچه میگن شما قرچه کدام میزی باز خوب تر است مزیش مزیش اینه به قرچه بسیار خوب است قرچه خوب امی رکال دفتن برتون گوشتش کم هست امی جسامتش بسیار خورده قیمتش تا 6 لپا و 5 لپا است یک دانه یک دانه که مخ یک بسیار خورده است
او گوز دیگه که سعودی میگن او کفتر است، او قیمتش بسیار باشه 70 روپیه 80 روپیه یک دانش. او کلان است بسیار، چه یک کفتر است، این کسه بسیار خرد است، یک دانی از تا 6 روپیه. از این پرنده آرام میگه میره میگن صدا نمیتاوه مثل سوری آبا نه صدا نمیتاوه. خب چند دانه است دیگه اینانه؟ دهی صد دانه، صد تا قرچه است. صد تا قرچه است، یعنی ما این طرف که کسی به بخواه گنجش بخره برش میگین که قرچه بگیرم. قرچه گوشت شیرین هست. اینطور است که قرچه نازک است، اگر تو پیازه میکنی این نازک است بسیار، بخاطر چون استخوانش هم خورده میشه. بازو گنجشکای دیگه که از داغسر بگیریم یا کلان که است، او استخوان زیاد قوی زور دندان نمیرسه، این را چی میکنیم؟ کوفته میسازیم. خب بیندو عزیز، همه رنگ های پرنده قرچه ما میخواستم نشان بتم که شکار که کردن اینجا هست، من خواستم نشان بتم بخاطر از اینکه خوبم نیست، ولی بر صورت قرچه از سابق شنیده میگن گوشت شیرین است، مزه‌دار است. توکل به خدا که آشپزی را سعی کرده باشه انشالله. ما خود گفتم فقط یک دنمک شک دارم بس خلاص، خود بکشه هر کار باید بر تو واگذار بکنه. ما موندم بر زیاد یک دنمکش مشکوک هستیم بس خلاص. ما نمک انداختیم خلاص دیگه، دیگه بیخی 100% مزه ندادتون تاوان میتم. صحیح؟ بیخی صحیح هست، بیخی صحیح. پس بریم طرف سفره، باز اونجا قسمی داشته باشیم. بینندو عزیز، بالاخره توبه ما را خداوند قبول کرد، زحمت کشید آرس جان، خوکتش برابر عظیمی صاحب زحمت کشیده. زحمت نیست، شما دوستا زنده باشی که نامده یاد ما مردم کدی دیگه، چیزی که تیار است نوش جان کنی، چیزی که تیار است از یار است کتا اندیوالا نوش جان کنی. خواهی نالا گپ دیست، یک چیز برام شریک جرم میگن، خود دیگه شریک جرم هستی که تزیم برای شریک جرم کتا آرس جان هستیم که آرس جان دیگه پخته کده آمده کده برتان، شما نوش جان کنی. من تو یک چیز دیگر هم گفتم بیرندو عزیز، چون وقت برنامه قدر یاری نمیکد، تخمه هم گفتن آماده کنیم سر آرز جان، من گفتم نه دیگه از این تخمه خلی گه آماده کنم، اما قزلم بس هست. نه زلم چی کردی من گفتم تخمه هم میمانیم در جایش، من تو این دو نفر آماده کردم، من که فکر میکنم امو در شک بودم که نمک انداختیم یا نه انداختیم، خب معلوم میشه دو نفر دی نمک انداخته. از این گوشت گوشت مطالعه نکردم، من نمیدونم دو نفر نمک انداخته بوده. اینی میجا می رقم هست. خنال یک نفر به طرف قضاوت کنه. کی انتخاب میکنی از اینجا؟ بی کاکو سفم ریکتس. مزه از چه رقم است؟ خودم از خیر سرت خیر میجا. نان تکلیف میگیری چی؟ ام مای کم بگی؟ مگه شور است. ما میگم نیست. شور خواه است. یه کمه که دیگم کمین داختیش بازه چی؟ خب سهی شور است. مزاق میکنی. مزاق نداره خود، شور است. نه نمک خود فول انداخته. خب خیرم ماشاءالله کلگ جوان است، کی فشار داره دایی؟ خب یک دفعه بگی کی اذیت آزارت میتنی؟ بخه بتیم این حاله. جواد جان مرسی کنم. سیکو جواد جان بله به طرف شور هست یا نه؟ درست خب یقین کامل بگم خوب شور است. نه جواد دیگه نمک نبود داخل من باز جان والا کل قسم خورا را تو داری نمیشه نیخو معلوم دار هست میلاد قرصم نه میلاد جان باز زور سرز و زور هست سرز و خوزور هست سر آدم که زور باشه خب یه زیان میلاد خودت وارز جان خودت بیننده عزیز بر من پیش از اینکه نمیرم می آوردن به طرف سفره از این صاحب یک لطف کردم یک دانش کشید گفت نمیره نوشو جان بکن اون چک خورده بودم او را مجبور بودی استخوانش باید جدا بکنی خوردن از او سخت بود حتما کلان بوده گنجش کوش دیگم اونش که آماده کرده بودن مگه یک جای دیگه من نوشان کرده ولی نوشجان کردم تا استخوان از جویده می شد ما خبرت گفتم که این گنجش که نازک است این قرچه میگیم این به خاطر از اینکه کم استخوانش خورده میشه این مثلا دو پیازه بریان میشه اید مشکل نیست خوب که دیگه از او جوش داده میشه او بسیار سخت است گوشت شام استخوان شام میگین شما دیگه نارسا نوش جان کنه که ببینه که چه رقم است دیگه که مزه از چه رقم است از این تا او گنجش که کلام فرق میکنه ام یک دونه گنجش که یک لقمه است دیگه یک لقمه است یک لقمه اون بود نه خود سعی کنی که رنگش سعی کنی دیگه شه سعی نه این معلوم میشه یک دونه گنجش که یک لقمه ما میره ببینم شو واسیانه اینا میگن دوست داشتن خب میمون نوازی گفت قیمه آقایت نه
این قیمه خواهد به ما مانده بشکی طلبان گارزان از موقت همی که صدا داره که میره قیمه وطنی اصلی وطنی شریکو البته تک و تنها به ما آورده خیلی هست ارشد من میفهم یا خوش ندارن قیمه خواهر خوش ندارن دارین خوش؟ مای کبتش؟ مهربانی خیلی نوشی جانه خوش نداریم باشه من یه امیدم خود خوش نداری خودم خوش نداری ان شاء الله بخیر می نوشون چه آدمای خوب هستی بابا خدا یگام تو میترسه که فشارش بالا نبره خودت کو کوسه ها خوش داری اونی ساعت 300 من موزه شریم جای تبدیل تبدیلش میکنیم برسد اول بش بینده خوب من اطمان اگر اوی در وطندار غزنی رفته بودن شما نوش جان کنید دیگم دو خورده بریم با سمت غزنی که رفته بودیم قیماق غزنی این رقم مزه میکرد که نگو دیگه ما رفتیم قیماق را به جای ازی که مثلا یک اینم قبی گیریم کافی و شوفیم یک کاسه را پر برده بودیم قیماق در اتاق خویی را خوردیم دفتان آدم نمیفهمه چون قوی هستی قیماق تا دیگر گنگس و گل بودیم مثلا نمیفهمیدیم که چی کار میکنیم قیمه قوی از باز آنم بیشتر گفتم که عزیمی صاحب که تاوان داره به یگان تو گفتم یگان تو فشارش داشته شوید هرگز یگان تو فشار داشته شوید هیچ هرگز اونه نمیخورم اما یگان داره مشخص بگو کسی که فشار داره مشخص کی بگم آلارس میگم من نمیخورم اگر نه چاقم نیست خب فشار داره کسی که چاق هست که فشار داره تاوان اونه نخوره فشارش بالا میبره خب دیگه خوب نیست به تو خود خوب نیست بامیان قیمه قو قدر بدید آها از بامیان گفتی قیمه خوردی؟ من یک سه هفته پیش بامیان رفتم ما اونجا باز قیمه قدر از قرقناتو میگن یک جایی را خوخا از لوجه رفتم از مایل خوش پیدا کردیم این خاضر از دیگه چقدر پشت سرگردان شده این خاضر از یعنی امیان رو گفتم عظیمی صاحب گفت کسایی که کمه که ماشاءالله چوقک و پالوان هستن برای اونا تاوان داره تکلیف فشارشان بالا و خود به نظر خوب نیست نه با ما بشار فوارا میکنم خب مزه دارم با ما هیچ منکر نمیشم من سایی زمین خورم بر صورت بینید های خوب ای شیر چای بگیم یا شور چای؟ شیر چای هست شیر چای؟ شور چای نکنم اما سیستم گلاس سیستم شور چای واره هست نه شیر چای هست این شیر چای هست اما برتان تایه کردیم دیگه شور چای یه رواج نیست کسی بخوره آنی ما میرم میگم معمولا سمت بدخشان و طرفای تخار و کندز و طرف ها شورچای رواج است در کنید یادم میامد 11 روزی چای شیرین نمیخوردم آخر گفتم پیشم چای شیرین دخش شده من گلاس پرتید برای من هر دفعه دم سر سفره شورچای میگودم او جا رواجش هست که شورچای میکنن و پنیر شور میباشه این چیزا را رواجش هست که میخورن در وطن ما این طوری چیزا رواج نیست کسی بخوره اگر یگان تا بیایم مثلا میره رواج بسازین چی؟ والا میشه که رواج باشه که بخور اشتیا داشته شه آماده کردنش بلد هستی حالا اگه میگویی ما بر تامیال هم تیار کنیم یه وزه بوره نمک مندازیم شورچای میشه نه اوزاد گپای دیگه داره چهار مغز مندازم او خود چیزایی هست که با جور میکنن و مندازن در بین چیا میلاد جان معلومات دارد در شورچای خواه شورچای اخو قصه شه میلاد میفهمه او در بغلان شورچه دو چهار مغز مندازن، دو بادام مندازن باز تیار میکنن، جوش میدن یک چیز پرسان میکردم عظیمی سوی پدرتان میشه بله عظیمی سوی پدرم این حالا خوب شد که بر خودشون بگویی که تنها نمک بزاره نمیشه ده اون بله سر گیدی؟ بسار چیزای دیگه ده اون نیاز از موقع دیدیم بر صورت یک چود برای شما بگویم نیرستی مزدار آماده کرده منتها آرس آماده نکرده گیره برای شما برو زمانت میگم که آرس آماده نکرده اگر مشوره از این صاحب نمی بود آرس جان فکر نکنم ایره خودم هم قبول دارم قبول داری یا نداری صد فیصد ولی درستی که چیزی مزدار هست از این که خودت هم به تکلیف ساختیم مشکل نیست تکلیف نیست دیگه عشان ما بلد نیست و ما کنیدم یا نزدیک شو و مطمئن گدودی من دازم بعد از او بازم چیز گلودی به نوزی خود بخوری خب بازو هم کیف نمی کنه نه ما که کار کنی زامت بکشی با مزه می تک بخوری کندی والا هم بخوره این گپ خواست این گپ خواست از کل تام سرزا تشکر همین رفیقای ما امروز بسیار کم گپ زدن کتما خب خیر باز ما از اینا تصویر خوب داریم سایداری اینه خوبی داره
برازی باز گیرم آمین. زیاد گیرم آمین. خب خوش شدم بازم آرز جان. بسیار زیاد تشکر از قدم رنجا فرمودین. عظیمی صاحب بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. میلاد جان عزیز این رفیق ها قدم از دجم ما میشه بخاطر از محل منطقه خودم آمدن و همچنان مسیح الله جان گفتن شوخ شوخ ما اینه نیزم شوخ شوخ این دفعه امروز ساجز مانده دیگه از کلتان بسیار زیاد تشکر زحمت حالا میبخشین همچنان همچنان تشکر از شما پیشتر سلامت تشکر که شما اومدید فصل میوه را بر ما بگین دقیق چند ماه بعد بخریم میوه پخته میشه که بخیر خدا برسونیم اینمی تو تمام جوزا پخته میشه در 15 جوزا حال هوا سرد شده امسال 15 جوزا توت پخته میشه توت که خلاص شد در از این بخیر انگور است انگور که خلاص شد اینی املو که تیر چیز هست اینه گیلاس هم حالا پخته میشه در این وقتا کتمی توت باز یک دو غرب تند و تیز میسودن چی میگن اونا؟ دو بازرنگ میگن که جور میکنن سر توت میخورن اونا نیشن میکنن اما تو تند و تیز بازیر مردم یک گروسولی لغمان هست نمیشاده مره قرغی نی چور دور هست یک گروسولی دور درس لغمان هست دیگه اونجا یک نام بسیار خاص موندن برش سفر خود زیاد خود میری من این فهمدام ازمون خوب یک نامک میمونن که از یک طرف میبینی که دوغ از خوب تند و تیز دیگه طرف توت شیرنی یک جای کتیزو تند و تیز دیگه رخم مزه میکرد بیخی بس من رو باجه از میشم ولی خود ماشما میرخم همین اما میگم تو یک بسیار نام خاص برش مونده بودن خب خیر بازم بسیار زیاد تشکر از کلتان اگر شوخی کرده باشم من معذرت میخوام من تو هم حق گفتی خودت پخته حق گفتی این خودت اگر رقمت منانی گفت که ببین مخانه یه خودت یه هم دقیقت که باشه حقیقت هم میگن دیگه خیر باش ما ورن هستم بله بدون شک سرزا تشکر آرز جان به عنوان یک جوان به عنوان یک فعال به عنوان یک قربان کسی که شاید بیشتر با جوانا طرف هستی یک پیامک کوتاه خودت هم داشته باشیم دیگه برنامه رو جمع میکنیم با خیر و سلامت بازم تشکر از خودت وارز جان که وقت دادین قربانتون و زیبایی های ولسوالی ما را به تصویر کشیدین و از تیم تخنیکی قدردانی میکنیم واقعا یک تیم فال دیگه خوشحال هستیم که با شماست بخیر باشیم بسیار تشکر قربانتون و از نیمه رفیقا و وطندارایی که بخصوص اینجایی که آمدیم میمون شدیم زحمت کشیدن از اینا بسیار تشکری میکنم از سلامتی شما هم بسیار تشکری می کنم که تا این دمه بیننده برنامه چای صبح ما بودین. ما اکثر برنامه های چای صبح ما در خود کابل می بود و اگر ولایت های دوردست سفر می داشته باشم حتما باز همونجا با رفیقا و با وطنداره و محل منطقه ما برنامه رو ثبت می کنم که خوشبختانه امروز ما همراه آرز جان که در این موقع از جای آمده همراه استاد نبی عظیمی و همچنان رفیقایی که در اینجا هستن که اینا امروز برنامه رو واقعا به من خوش تیر شد تا برنامه بعدی دیگه زیاد پر حرفی نمی کنم تک تا تکتان به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم الان نگهدارتان